درود و سلام هموطنان عزیز ما، خواهرها و برادرای گرامی در هر گوشه جهان که هستین. داستان ناتمام جنجال های کشور من و شما افغانستان دنبال میکنیم و محور بحث ما همو بدخشان است. پس از حوادثی که در ولسوالی های مختلف بدخشان و بغلان در مورد واکنش های مردم نسبت به طالبان محلی صورت گرفت و نسبت به جنایاتی که واده اوجه انجام میده صورت گرفت، همه کسا در جهان و در کشور من و شما به این موارد واکنش نشان دادن. در این واکنش ها بیشتر وارخطایی آل مربوط طالبای پاکستانی هستند و دستاندرکاران سیاست پاکستان. یکی از مقام های پاکستانی که همیشه در مورد حوادث افغانستان سخن میگه، وضعیت پاکستان گفته که کاملا از کنترل خارج است و دیگه مشکل است که دوباره کسی بتانه. ای آدم اخ شما میشناسین که پیوسته صحبت میکنه، من این عکس براتون نشان میتونم. ای آدم از پاکستان هست و پیوسته در مورد افغانستان گپ میزنه، حالا میگه که حوادث بدخشان از کنترل خارج است. وارخطایی از این مردم به دلیل از این است که یا می فهمند که جنبش های خودجوش مردم، حتی اگر تا دیروز که تا طالب ها بودن، وقتی که بحث هویتی، بحث ناموسی، بحث حیثیتی میشه، دیگر راه ها جدا میشه و کلگی می فهمند که بر از اونا حفظ مناسبات اولیه شهروندی خودشان مهم است. به اول از طالب ها فشار زیاده در بخش های مختلف پاکستان برای بدخشان وارد کردن. امیر رقم در بدخشان وضعیت آل دیگر رقم طالبان مشکلات آفریدن به مردم و این مشکلات ناشی از این است که مردم اسماعیلی را بسیار زیاد فشار میتن و را اذیت و آزار میتن و یک آدم از بنام قاری عبدالرحمن، این قاری عبدالرحمن خادم فرمانده طالبان است در بدخشان، این اما هم پیوسته البته از مردم را که این آزار میتن، کلش مردم های اهل تشیع و از اهل تشیع هم مردم های که در بخش اسماعیلی مذهبشان است یا آزار میدن. خونم ما بخشایی که خود از یا لازم میبینن و کار میکنن و باید به مردم آزار برسانن، این نقص کار از یاست و فایده خودشان. در یک مورد دیگر مهمترین گپ و در حالتی را که وجود داره نسبت به ساختارهای عمومی کشوری در حیطه طالبان تروریست، ای است که یا در بدخشان در هتل شهر کونی فیض آباد که یک هتل از بنام هتل لاجورد، یا با استفاده از خوردن تابلت های نشاور و تابلت های که دوجا میرن و نشه میشن، رقص میکنن، بازی و همه کارا میکنن، سرانجام در آخر گپ یا در آخر مرحله میخواین که یکی از جوانای بدخشان، همی طالبای غیر محلی بدخشان، یا را آزار و اذیت بده. این جوان البته از خود شهروندای بدخشان است و عبدالمتین نام داره. یا میخواستن که شما اونا دیگه بهتر میفهمین که هدف از این آزار چی بود. وقتی که صاحب هتل که میبینه که یادم
یا برای این بچه ضرر میزنن میرسنن، تلفن میکنن برای طالبای محلی. طالبای محلی ما بدخشان میان و میگن که خب وقتی که خودت آمدی در اینجا و نشه کردی، رقص میکنی، بازی میکنی و حالا میخوایی سر یکی از شهروندای بدخشان حمله کنی، در اینجا جنجال از یا میخیزه و زد خورد اینشون صورت میگیره و تا مدت های دوام میکنه. سرانجامی طالب هایی که میخواین تعرض کنن این یار از هتل اخراج میکنن. به همین رقم در تخار، در تخار جنجال ها بسیار زیاد از بین مردم و طالب ها و یک عضو استخبارات طالبان در روستای خزدره، خزدره مربوط ولسوالی فرخار ولایت تخار است، در تاریخ 16 ثور هم همسر خود میکشه و هم سه کودک خود میکشه و بعد از اینکه وارا شهید میسازن هم میفهم که را گرفتار میکنن. یعنی این خبرها را کلشه خبرگزاری معتبر به نام خبرگزاری سنگر از تاجیکستان خبر داده. شما ببینید که مردم در چی حال هستن. در پنجشیر آمدن در تاریخ 15 ثور یک اثر از قری فروبل پنجشیر یک استاد را به نام مجیب الله خالد ادیب گرفتار کردن. یادم در جریان تدریس بوده، شاگردار درس می دادم و پیوسته این موارد آزار و اذیت به مردم جریان داره. در ولسوالی خود، در ولایت خوست یک شاعر و نویسنده ولایت خوست به نام با تخلص بریان است، اینی آدم ای را گرفتار میکنن و ما تا امروز از سرنوشت از این خبر نیست. حالا شما فکر کنین، نه ای خوستی را میمانه، نه جلالواتی را میمانه، نه پروانی را میمانه، نه هیچ، خلاصه هیچ افغانستانی را نمیمانن. یا با کی میخوان؟ پس بفهمین که یا بیگانه ها هستن. یک افسر، یک دکاندار و یک جوان در تاره و بازداشت کردن دوباره طالب آدمی ولایت تخار. این افسر بیچاره که نصیر احمد نام داشته، یک عضو از بسیار عادی از منصبدارای سابق ارتش بوده. به اینمی رقم یا بیداد را کردن که هیچ کس نیست از یا پرسان بکنه و هیچ کس هم نیست که در این دادخواهی مردم حد اقل سر تکان بده. متاسفانه این حالات است که ما کلشه دیدیم و سرانجام من خواستم و ویدیوی را که اینجا از خدمت شما نشر کنم از هتل که در شهر کنه فیض‌آباد است، در هتل لاجورد، به او خاطر دوستا در شبکه‌های اجتماعی میتونن ببینن، ولی بدبختی امی جامعه من و شما امی است. یکی از هموطنهای ما و شما از ولایت کاپیسا یک نامه روان کرده به ما و در این نامه چیزهایی را نوشته که آدم بسیار متاثر میشه. و تاثر به این است که شما ببینین مردم، در یک برنامه ما براتون گفتم در مورد قاری فصیح‌الدین که طالب پاکستان و پشتون خیبرخوا و خیبر پشتونخوا و یا کلشان دست به دست میتن سر خود مردم یا سر می خود خود فروخته شده های مناش ما که برای از یا خود فروختن مردم ما را با مشکلات مواجه می سازن. در این نامه که برای ما رسیدم یک کس نوشته کده که از ولایت کاپیسا جنجال را برای تان میگه میخواهیم گزارش بتم و اوی است که والی طالبان در ولایت کاپیسا قاری بریال نام داره. این قاری بریال قبلا ارتباط داشته با اقبال صافی. اقبال صافی به این شخص زیاد کمک های مالی میکرده و دگه میکرده، همه کارهایش جور میکرده و در اون وقتایی که اقبال صافی ببینه که یا چطور قطع طالبان ارتباط داشتن، کل از یا خواهین بدن به این وطن.
و زیر حمایت اقبال صافی بوده، آل والی شده، حال در کاپیسا والی شده و در کاپیسای قاری بریال تمام احکام و فرامینی را که اقبال، همی اقبال من و شما که وکیل بود، میتا او را عملی میکنه، هم در محکمه، هم در سارنواله و در هر ارگانی که مربوط ولایت کاپیسا باشه، میتونه که اوامر گام به گام اقبال صافی را اجرا بکنه. و یکی از خیش قوم خود آقای اقبال صافی اگر کدام مشکل داشته باشن، فقط کافی است که برن و اقبال صافی یک زنگ بزنن، دیگه مشکل از یا کلش حل میشه. ای آدم یک نفر دیگه داره به نام قاری نصرت. وی فعلا در یکی از خانه های خود اقبال صافی میشنه، کرای دوکانش و جایدادش کلش جمع میکنه و به اقبال صافی روان میکنه. ببخشید، قال اطلاعات میرسانه که امی والی و امی آدم کل از یا به دستور اقبال یک پسر کاکای از یارا و چند نفر دیگر به شهادت رساندن. دشمنایش که خواستن گفته که بیادر اینی را از بین ببر و به هدایت اقبال صافی به اساس اطلاعی که بر ما رسیده چندی نفر تا بالی ها شهید ساختن. اینا چی میخواین؟ دی روزا میرقم کدن، امروزا میرقم کدن، حالا که خودش در ترکیه است و در هر جای دیگر داعش و نوش است، اینی رقم کار دیگر انجام میدن. خلاصه چندین مارکت دارن، یا شما میفهمین که خود اقبال صافی در مکانهای مختلف و کشورهای مختلف جاهای مختلف دارن. خلاصه دکاندارا را به عذاب میکنن، جایدادا را به مردم به عذاب میکنن و کارهایی را انجام میتن که هیچ کس برشان زورشان نمیرسه. در پس پرده کیست؟ اونمو اقبال صافی. حتی در محکمه وقتی که میرن و فیصله میکنن، به زور اقبال صافی که از پشت سر جبهه کار میکنن یا دکانها را کلش جر میزنن با اسکواتور کلش هم میره در محکمه ابتدایه با وصف از اینکه دکاندارا برندام میشه، اما کس بدادشان نمیرسه و هرانچی که میگن همی کارا انجام میدن به نفع یکی دیگر. این اینیا کلشون در یک شکل کل از یا با هم ارتباط دارن. حتی قضایه های دولت قاضی رشوت خود در گذشته هم بسیار بلند بود، کار دیگر بسیار بلند بود. در ولسوالی علاسای مثلا عبدالله یک آدم هست به یک موتر راری کرولای 2000 میگن، در وطن ما شما زیاد رواج داره. ای را عطا رشوت میدن، هر کاری که تو میداشته باشی در ادارات دولتی باید از یک ورق یا یک تاپک میکنه. صادق دم گمرکا دروازه بود، تاپه میکرد، باید پیسه میگرفتن. از هر ورق باید 630 روپا پیسه مروج کشور دوجه برید. برای همین نفر بیتی مهم نیست که نیست، مهمی است که طالب دوجه است. یک آدم میگه من رفتم به خاطر تاپا و امضا کردن یک بخش کنسولی وزارت خارجه که ایره برم در پوسته، عاجل کار داشتم که ایره برم. 13800 رو پیسه میگه تاویل کردم. و جالبش دیگه در کجاست که از هر طرفه بانکی خود یا کمیشن میگره. خود خب که بانک ها یک فیصدی میگنن، ولی یا میگه در هر مورد باید تو پیسه بدی. وقتی که میگه میری که میگه برادر اینی تاوله دست، اینجا رو کار تا غلط کدی، این رو اصلاح کن. وقتی که میگه آه ما درست شده اشتباه شده، حال 500 رو پیدگه باید تاویل کنی یا بیتی که ما این رو اصلاح بکنیم. اینی حالت از سر مردم کشور من و شما در افغانستان امروز. هیچ کدام از یا در فکر از این نیستن که چی بکنن. یک
خبر دیگه ای که می رسانه که ما در برنامه قبلی هم خدمتتون گفته بودم که این طالبا مشاورین بسیار خوب دارن نظر به طالبا، یعنی به دلیل از اینکه بیشتر از یا خود از یا پاکستانی هستن و از این خارجی هستن یا در پای ایجاد مناسبات اقتصادی هستن و با همسایه ها رابطه های اقتصادی و سیاسی خود خوب میکنن که از این بتانن استفاده کنن. یک مفسر می نویسه برای ما نوشته می کنه که حالا ما فکر می کنیم طالبا گام به گام یا در امور دیپلماتیک و سیاسی تجربه پیدا کرده می رن. و یادم که به ما تلفن کرد، ما در تلفن برای گفتم یادار گفتم ما در این مورد قبلا گفتیم که یا استادای از طالبا برایشان درس داده که شما بخشای اساسی ارزش های ژئوپلیتیکی منطقه را در نظر بگیرید، نزدیکی تان با همسایه ها را در نظر بگیرید، با او خاطر یا همینطور کارها را میکنم. و در روز گذشته هم همین طالب ها را خبر دارین اعلام کردن که یک مرکز بزرگ لوجستیکی با قزاقستان و ترکمنستان دارن و در هیرات او را ایجاد میکنن و این هیرات توافقات هست که ایجاد تو مراکز ظاهرا مراکز تجارتی است ولی در اصلش صادرات بزرگ هم مواد نفتی به جنوب آسیا و روی طرزی خبر را که بعدا منتشر کرد از این نگرانی هم داشت که نفت روسیه از این طریق به جنوب آسیا میره و جنوب آسیا در پلوی از این موارد قاچاق مواد مخدر، شاید قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و ده ها مورد دیگه صورت بگیره. در امیر جریان دیگه که اخبار بر ما میرسن که یک کسی به نام قاری عبدالمتین است و آدم میگه که البته از سخنگوی های وزارت داخل است و میگه که کسانی که به طرف مردم معلی میخواین که در بدخشان و بغلان کسایی که طرف ما فایر کردن باید محاکمه شدن و کسی که کشتام شده دیه بتن یا جزای از یاد داده شدن. و امی قاری متین سخنگوی وزارت داخله گفته که ما به این مورد موافق هستیم و یا را به محاکم معرفی میکنیم، ببینیم که چه وقتی را معرفی میکنن. یک بخش دیگه است که یک دوست ما بسا برای یک نامه مفصل نوشته کدم و ده او گفته که یکی از برنامه برای روز توجه کنیم که البته او برنامه را باز ما میگیریم. این بخشی است که در مورد گروپ های داعش و گروپ چند ملیتی داعش و طالب است و این شبکه صحیفی چطور وجود داره، یه گفته ای را باز ما شما در برنامه دیگه سرش بحث میکنیم چون برنامه به این گپ سا کلان است. در بخش دیگه من و شما با میبینیم که نوستالژی مردم بیچاره من و شما حتی همی طالبایی که هستن چقدر است، کل از این از زمامدارای خائن و سلاطین یک تبار در افغانستان بودن تا 300 سال داشتن و آقای رحمت الله نبیل در یکی از بیانات خود گفت که کل اگه باید استاد چه از مردم معذرت بخواه چیزی که من و شما همیشه میگم. ما وقتی که خبر را خواندم جریان تصاویر را دیدم بسیار جگرخون شدم. حتی باور میکنه که گلون مقده گرفت که چرا ما اینقدر پس مانده شدیم. در فرودگاه کابل یک زینه برقی افتتاح میشه با زینه 100 هزار دلار. این زینه برقی که در این کشورها و حتی حالا در 20 سال آخر در خود کشور من و شما در مغازه بسیار لوکس بسیار چیز پیش پا افتاده شده. اما دیروز سر از این مسئله یک کنفرانس کلان بین الملل چیز خبری گرفته میشه و مردم در اوجا چنان سر از این هجوم میبره بیشترش همی طالبا سر این مسئله هم یک زینه برقی از بس نادیدگی است و در این بیش از افتتای از این بازی ها کنفرانس کلان میگرن، مجلس میگرن و میگن که ما در ترمینال میدان هوایی یک زینه را ایجاد کردیم. شما ببینید ما در کجای کار قرار داریم. اینی جریان اون مسئله است. این آقا در موردش گپ هم زدن.
هینه. این جریان کنفرانس است که آقا گفته که ما یک لک روپه یک دلار یک دانه چیز جور کردیم زینه برقی را. جهان در کجا رفت و یا به خاطر یک زینه برقی چقدر جشن دارن. بنان ما نمیتونیم در این موارد خاموش بمانیم و بگذاریم از مسائلی که تمام مناسبات زندگی ام را، مشتاکلات ما را، همه ما را یادم می نویسه که بخاطر یک زینه برقی یا خراب میکنه. ما امیدوار هستم که در برنامه های بعدی وقتی که ما این موارد خدمت شما نشر میکنیم شما بفهمین که در کشور من و شما چی میگذره. ما زیر پایای سطوران یا چارپاهای کیها لغت شده میریم و لغت مال شده میریم. این بود برنامه که من خدمت شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگه که خدمت شما تقدیم میکنیم شما رو به خداوند میسپاریم.